خبرگزاری اسپوتنیک افغانستان از دیدار محمد اسماعیل خان با امیرخان متقی وزیر خارجه گروه تا در تهران خبر میدهد سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان هستید نهم جنوری و نوزدهم جدی 1400 هجری شمسی است خبرگزاری اسپوتنیک افغانستان گزارش کرده است که وزیر خارجه گروه تا با امیر اسماعیل خان در تهران دیدار کرده است آن هم با حضور وزیر خارجه ایران و در مقر وزارت خارجه این کشور این خبرگزاری نوشته است که منبع خبرگزاری سپوتنیک افغانستان از دیدار محمد اسماعیل خان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه تا خبر داد منبع خبرگزاری سپوتنیک افغانستان در تهران گفته است که محمد اسماعیل خان والی پیشین هرات و فرمانده جهادی حوزه غرب افغانستان برای دیدار با امیرخان متقی به گونه رسمی به وزارت خارجه ایران دعوت شده بود این منبع افزوده است که در این دیدار آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز حضور داشته است او اظهار داشت که امیرخان متقی با پیام رئیس الوزرای گروه تا محمد حسن آخون با امیر محمد اسماعیل خان دیدار کرده است و از امیر صاحب خواست تا با 20 شخصیت برجسته و با فرماندهانش در حکومت همشمول گروه تا باشد این منبع به اسپوتنیک افغانستان گفته است که امیر اسماعیل خان نیز به امیر خان متقی گفته است که فرصتی بیشتر میخواهند بر اساس گفته های این منبع و گزارش اسپوتنیک افغانستان اسماعیل خان تا تاریخ پنج حمل 1401 زمان خواسته است البته منابع رسمی تا به حال پیرامون این مسئله اظهار نظر نکردن نه شخص اسماعیل خان نه وزارت خارجه ایران و نه هم امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه تا امیر اسماعیل خان پس از سقوط هراد و بعد از آن که برخی حلقات درون حکومت با گروه تا معامله کرد و بسیاری از نهادهای حکومتی و نظامی را در اختیار آنان قرار داد به دام افتاد و بازداشت شد امیر اسماعیل خان ما پس از چند ساعت بازداشت بالاخره رها شد و به مشهد رفت چندی قبل برخی رسانه ها گزارش کردند که امیر اسماعیل خان دیدار با احمد محسود در مشهد ایران داشته است احمد مسعود تا یک سفر رسمی از تاجیکستان به ایران رفت و با برخی از شهرها از جمله امیر اسماعیل خان در مشهد دیدار و گفتگو داشت گروه تا در حال از امیر اسماعیل خان و 20 فرمانده مشهور او دعوت کرده است تا در حکومت آنان شامل شود که امیر اسماعیل خان بارها خواستار تشکیل حکومت فراگیر و پایان ظلم و شکنجه علیه مردم افغانستان شده بود اسماعیل خان در دیدار با برخی از بزرگان مردمی در مشهد تاکید کرده بودند که اگر گروه تا اصلاح نشود ممکن است که بار دیگر مردم افغانستان تفنگ به دست گرفته و به سنگرها برود و اما به گروه تا توصیه کرده بود که از جنگ و خشونت دست بردارد و دیگر نظامیان فعالان حقوق بشر خبرنگاران و از چهره های سیاسی را بازداشت نکنند